جزئیات این گزارش تحقیقی رو با خانم رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل که از لندن با ما هستند پی می‌گیریم. خانم بحرینی، در این گزارش 155 صفحه‌ای که شنیدن اون برای مخاطبان تلویزیونی میتونه آزاردهنده باشه، به ما بگید شاهدان به طور خلاصه چه گفتند و چگونه اسناد این گزارش جمع‌آوری شده؟ با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، قبل از هر چیز با تمام آسیب دیدگان این فجایع و خانواده های اونها و دوستان اونها ابراز همدردی می کنم از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل. گزارش مفصل عفو بین الملل نتیجه تحقیقات فشرده این سازمان ظرف 6 ماه، در این مدت ما با 45 نفر صحبت کردیم و شهادت های اونها رو به دست آوردیم. اینها شامل کسانی میشن که مورد تجاوز قرار گرفته بودن یا سایر اشکال خشونت جنسی به غیر از تجاوز، بستگان نزدیک اونها، دوست نزدیک اونها، و در 3 مورد هم کارشناسان بهداشت روانی، روان درمان ها، مشاوران که آسیب دیدگان از تجاوز و خشونت جنسی رو درمان میکنند. در مواردی هم ما تونستیم به عکس های مرتبط با جراحات آسیب دیدگان دست پیدا بکنیم و شکایات کتبی که اونها به مقامات تحویل دادن و هیچ گونه تحقیقات مؤثر و مستقل و شفافی در اونها صورت نگرفته. تصویری که از این تحقیق به دست میاد هولناکه، نشون میده که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با همدستی دادستان‌ها و قضات از شکنجه جنسی، از تجاوز و اشکال خشونت جنسی به غیر از تجاوز به عنوان سلاحی استفاده کردن برای درهم شکستن روحیه مقاومت معترضان، برای مجازات اونها که اعتراض داشتن به سرکوب سیاسی و دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت، و همینطور برای عکس اعترافات اجباری که بعدتر مبنای صدور حکم اعدام و زندان یا شلاق قرار گرفته. خان بحرینی، نکته ای که در این گزارش برجسته شده بحران مسئولیت عاملان سرکوب معترضان رو نشون میده که با سلاح جنسی معترضان رو سرکوب کردن، همونطور که شما هم توضیح دادید. این موضوع چگونه در مجامع بین المللی قابل پیگیری میتونه باشه و قربانیان از چه طریقی میتونن طرح شکایت کنن؟ هدف ما از این مستندسازی کامل این بوده که به جامعه جهانی نشون بدیم که چه جنایات بین المللی در ایران صورت گرفته و هیچ گونه مجرای دادخواهی هم در داخل ایران وجود نداره. به همین دلیل هم به طور مفصل در فصل 10 این گزارش به همدستی دادستان‌ها پرداخته شده و همینطور به درهم تنیدگی قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که راهی رو برای دادخواهی در داخل ایران نمیذاره. عفو بین الملل از جامعه جهانی درخواست کرده که یک سری اقدامات رو برای حمایت از قربانیان این فجایع اتخاذ بکنن. مهمترین اونها توصیه به شورای حقوق بشر سازمان ملل که مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو تمدید بکنه تا مکانیسم بین المللی وجود داشته باشه برای ادامه جمع‌آوری، منسجم بخشی و انسجام بخشی و تجزیه و تحلیل شواهد مرتبط با این جنایات با نگاه به همکاری‌های آینده در های قانونی در کشورهای مختلف. به علاوه ما توصیه هایی رو در این گزارش گنجوندیم برای دادستانی های کشورهای مختلف که در مورد جنایات بین المللی صورت گرفته در ایران بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی تحقیقات کیفری با منابع مالی مناسب به راه بندازن، به نحوی که شواهد مرتبط با عاملان و عامران شناسایی بشه و با نگاه به صدور حکم جلب برای افراد مظنون به دست داشتن در این جنایات، صرف نظر از اینکه در حال حاضر این مظنونان رو بشه در حوزه جغرافیایی یکی از کشورهای در سطح جهان که متعهد به اصل صلاحیت قضایی جهانی هست دستگیر کرد یا نه. ما به جامعه جهانی در این گزارش توضیح دادیم که چقدر برای آسیب دیدگان مهم بوده که روایات خودشون رو با ما در میون بذارن. اونها گفتن که این شهادت‌های دردناک رو با وجود اینکه نمیتونن علنی در موردش صحبت بکنن به خاطر ترس از انتقام‌جویی با ما در میون گذاشتن.
داشتن به این امید که عدالتی روزی اجرا بشه و این فجایع در حق دیگر معترضان زن، مرد و کودک در ایران اتفاق نیفته و جامعه جهانی همونطور که ما در گزارش نوشتیم هم وظیفه اخلاقی و هم وظیفه حقوقی داره که از این درخواست آسیب دیدگان اجابت بکنه و این پیام رو به عاملان و آمران این جنایات در ایران بده که بی عقوبت نخواهد بود رفتارهاشون و همینطور به آسیب دیدگان خانواده هاشون که در مسیر سخت دادخواهی در این روزها که زخمای اونها عمیق‌تر و ریشه‌دارتر شده تنها نیستن و جامعه جهانی به دنبال دادخواهی برای اونها هست. این مستندسازی قدم اوله و ما به تلاش خودمون برای نورتاباندن بر این جنایات و همراهی با آسیب دیدگان ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم خانم رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل از لندن.